بسم الله الرحمن الرحیم. بدین وسیله به اطلاع بینندگان محترم می رسانیم که موضوعات مطرح شده در سلسله جلسات علمی در شبهای ماه مبارک رمضان توسط حضرت آیت الله العظمی سید صادق شیرازی صرفاً جنبه علمی دارد و در جهت نقد و بررسی مسائل فقهی می باشد. لذا نظرات مطرح شده به عنوان فتوا و دیدگاه ایشان تلقی نمی شود. فردی در زندان به علت بیماری نمیتونه روزه بگیره، ولی زندان متاسفانه حال عده‌ای هستن که روزه میگیرن، مشغول به تعجدشون هستن و از طریق ندامتگاه دوربین ها و مسائل دیگه هست که گزارش میدن. این بنده خدایی که نمیتونه روزه بگیره، نمیتونه روزه رو بخوره، نمیتونه روزه رو بگیره. آیا نگرفتن روزه ایشون باعث میشه که اونها جرأت پیدا کنن که به ایشون تعرض بکنن؟ آیا این حق رو دارن بهش تعرض بکنن؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اونی که فقها فرمودن شو بفرمان کسی جایی یعده روزه هستن، این خودش چون مریضه نمیتونه روزه بگیره، وقت چه کار کنه؟ مقابل اونها بخوره روزه نمیتونه بگیره، وظیفش نیست روزه، حالا یا مریضه یا مسافره یا حبسه یا هر جایی توی خونه ایه. واقعش اونی که آدمی که وظیفش روزه گرفتن نیست، چه مسافر چه مریض چه در هر شرایطی، این جایز روزه بخوره. اونی که عرض شد فقها فرمودن اینه که حرمت ماه مبارک رمضان نباید شکسته بشه و اون معناش اینه در جاهای عمومی انسان علنی افطار نکنه. اگه آدم توی حبسه، توی حبس چند نفر هستن؟ 10 نفرن، 20 نفرن، 30 نفرن، این جای عمومی اسمش نیست. این حد که حرمت ماه رمضان نیست، چون به خود همونا میگه من مسافرم، من مریضم، روزشو میخوره. یا توی خونه ای که فرض بفرمایید 20 نفر 30 نفر زندگی میکنن، یکی دوتا سه تا، یکی حامل مقربه، یکی مرض غلظت اللبنه، یکی ذوالعطاشه، یکی نمیدونم مسافره، یکی مریضه، اینا اسمش حد که حرمت ماه رمضان نیست. بله، هر جا اگر عرفن، چون حد که حرمت ماه رمضان این یک عنوان عرفیه، هر جا عرفن حد که بود جایز نیست. وقت اگر روزه نیست، اگر جوری بود که یه جاییه، در یه جای عمومیه، فرض بفرماید توی یک کارم سرای عمومیه، توی یک حبس عمومیه، صده ها آدم هستن، این اگر روزشو بخوره این حتک حساب میشه، این باید علنی نخوره، باید اگرم میخوره یه جوری
مخفی کنه، ریزه ریزه بخوره وقتی که آدم ها بیدار نیستن، خواب هستن. مثلا عنوان هتک حرمت ماه رمضان این باید تحقق پیدا نکنه و حالا کسی وظیفش نیست روزه بگیره، این عنوان هتک جوری نباشه خوردنش آشامیدنش هتک حرمت ماه رمضان باشه. جاها فرق میکنه، هتک مسئله عرفیه، یه مسئله نیست که همین هتک یه مسئله عرفیه، یه عنوان موضوع عرفیه، موضوع مستنبط هم نیست، موضوع غیر مستنبطه، احتیاج به استنباط فقیه هم نداره، اصل حکمش را فقیه استنباط میکنه، اما موضوعش کجا هتک کجا هتک نیست، کجا شک میکنه انسان هتکه یا نه، این دیگه مسئله عرفیه. هر کسی وظیفه شخصی خودشو چی تشخیص میده، یعنی موضوع را چی تشخیص میده، حکم یترتب علی الموضوع کترتب المعلول علی العله. بله این مسئله غنا را همجور که آقایونی که اگه مستحضر باشن، مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرم متعرض شدن، یه عده روایات داره که اونایی که مثل مرحوم فیض کاشانی ذوق اخباریشون غلبه داره بر ذوق اجتهادیشون، در عینی که ایشون به نتیجه اجتهادایی هم دارن، اما تابع اون روایات برداشت کردن همین حرف را که گفتن مرحوم فیض کاشانی، غیر فیض کاشانی هم فرمودن اینو، از بعضی کلمات تو ذهنم شیخ صدوق رضوان الله علیه ایزان بعضی ها استفاده کردن این معنا را که این حرمت ذاتی نداره، حرمت به لحاظ مفاسدی که مترتبه برشه، پس اگر تغنیه به قرآن بود، اگر تغنیه به مواعظ بود، اگر تغنیه چی بود، حروم نیست. اما چیزی که فقهای شیعه از شیخ مفید تا حالا مشهور فقها، نمیخوام اجماع عرض بکنم، نه مشهور فقها شهرتن عظیمه که شیخ هم به نتیجه همینجور برداشت کردن در مکاسب محرمه و جمع کردن، جمع روایات مقتضاش این است که چیزی که عنوان غنا برش باشه، که حالا خود غنایی که از موضوعات مستنبط است که آیا چیه غنا، اما حالا هر چی هست که خود شیخ هم متعرض این هستن، هر چی هست غنا به ما هو جمع عدل اقتضا میکنه که خودش محرم از محرم است، یعنی حرام حرمت ذاتی داره، یعنی حتی اگر کسی با آیات قرآن تغنی بکنه، قرآن که دیگه کلام وحیه، یا با مواعظ تغنی بکنه، این جایز نیست. این مسئله همینه که جمع روایات مقتضای بحث علمی، سلام علیکم و رحمت الله، و این که حمل ظاهر بر نص و بر ازهر بکنن، ساکم الله، اینی که جایی که ظاهر و ازهر باشه، ظاهر و نص باشه، حمل ظاهر بر نص میشه، مقتضای اون همینی هست که مرحوم وافی مرحوم فیض فرمودن. اما چون این روایات اعراض از مشهور ازش اعراض کردن، این جمع دلالیه تو این جور زمینه به درد نمیخوره، ولی علم آقایون این نظائر متعدد داره، یکیش مسئله انفعال ما قلیل و عدم انفعال ما قلیله، یکیش مسئله مغرب و غروبه که آیا نماز مغرب افطار در ماه در صوم
با غروب آفتاب میشه وقتش یا با مغرب یک مثلا ربع ساعت تقریبا که با استتار قرص یا با ذهاب حمره مشرقیه عن قمت الرأس به طرف مغرب باشه. اینا یه مجموعه مسائله. اگر مرحوم فیض کاشانی تو اینجا به خاطر جمع دلالی این را فرمودن که به همین جهت ایشون اینجور تو ذهنمه فرمودن، خب ایشون توی غروب و مغرب هم باید همین رو بگن، باید بگن ما قلیل منفعل نیست، چون ادله انفعال ما قلیل ظهوره، ادله عدم انفعال نص یا اظهره. یکی و دوتا از مسائل محل ابتلا متعدد هست. مرحوم فیض کاشانی و امثال ایشون رضوان الله علیهم گاهی اینجا یه جور فرمودن، یه جور دیگه، یه جور دیگه فرمودن، با اینکه ملاک یکیه. مسئله حمل ظاهر بر اظهر و حمل ظاهر بر نص در جایی که این حمل خلاف فهم مشهور فقها هست، ما یا همه رو باید بگیم یه جور که نمیگن. شما گمان نکنم یک نفر پیدا کنید از اینایی که میگه آب قلیل منفعل نیست در نظائرش باز همین حرفو بزنه، یا میگه تغنی حرمت ذاتی نداره و انما اگه معناهای بد داشته باشه اون حرامه، جاهای دیگه این را نمیگه. که حالا من این دو سه تاشو عرض کردم، بالعشرات ما تو فقه این را داریم، تو باب حج داریم، تو باب وضو داریم، توی باب محرمات داریم. و ها ها صوت قرآن عرض کردم مشهور اینه که جایز نیست تغنی به قرآن، اما نسبت به لیلت و زفاف چرا؟ این جمع دلالی را، این جمع دلالی ما قبول داریم از اول تا آخر فقه، فقط یه جاهای مانع داره این جمع دلالی. در لیلت و زفاف نه، مشهور گفتن که تغنی بدون آلات، تغنی به زبان و دهان، اونم با قیودش که ذکر فرمودن لیلت و زفاف اشکال نداره. بله. نه 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 اونا نه، اتفاقا تصریح میکنن بدون آلات باشه، چون تغنی یعنی زبون، یعنی لب و دهان، تغنی معناش اینه، اون آلات که با غنا زده میشه اون یه چیزی مکمل غناست، خود غنا نیست، و تو ادله غنا استثناء شده. ما مریضی روانی و روحی داریم که به واسطه اعتنا حل میشه و در حقیقت علاجش به این هست. حالا این مسئله صغرایی است از کبرای تزاحم. باید دید واقعا عذر، نه حالا عذر آدم نگه، واقعا اگه یه جایی رسی یک حرامی برای یک کسی ضرورت شد برای یک شخصی، ما من شیء حرمه الله الا وقد احله لمن اضطر الیه، کسی که یه چیزی در روایت داره نسبت به کسی که اگر علاجش نعوذ بالله خمر شد که خمر بخوره، که اگه نخوره میمیره. این روایت داره، گرچه روایت سندن تام نیست اما مورد عمل جماعتی شده و فتوا دادن بهش. اگر کسی مریض شد یه ناخوشی که محرز شد، مسلم شد که این خمر نعوذ بالله علاجشه، روایت داره اگر کسی علاجش خمر شد نخورد و مرد دخل النار. یه روایت مرسله اینجوری داره، یعنی مرسله تو ذهنم اینه که سند تام نداره. اشکال نداره، عیبی نداره، ما قبول داریم اونو، اما اون عام میست که قابل تخصیص هست. اگر یه خاصی اومد مثل تمام عامهای دیگه، حالا در این خصوص، در اینو بالخصوص نمیگم چون فتاوا مختلفه درش، روایاتش هم مختلفه. میخوام عرض کنم که این جمع دلالی یه مسئله یه تو از اول تا آخر فقه صدها و صدها و صدها مورد داره، اما یه جاهای این جمع دلالی محذور داره.
این یکیش مسئله غنا است که آیا غنا ظاهر ادله این است که غنا به ما هو حرامه ولو در قرآن کریم باشه یا مواعظ باشه، تغنیه به مواعظ باشه. یه روایاتی داره که نه، باید اگر مضمونش بده یعنی دعوت به فساده اونه که حرامه. خب مقتضی قاعده اون نص، این ظاهره، حمل ظاهر بر نص باید بکنیم. اما وقتی که مشهور ظاهرا شهرتا عظیمه، اعراض از این کردن، همین شیخ در همین مطلب را در غروب و مغرب ایشون میگن. ما دلیل داریم که مغرب عند استتار القرص، دلیل داریم که مغرب بعد استتار القرص و عند عبور الحمرة المشرقية عن قمة الرأس الى طرف المغرب. خب مقتضی جمع دلالینی که بگیم مغرب عند استتار القرص یستحب تأخیر تا اون وقت، مقتضی جمع دلالین، شیخ هم اینو میگن، قبولم دارن که جمع دلالین، اما چون اعراض از این شده وقت اینجا این جمع دلالی از تعارض موضوعا بیرون میکنه دلیل این را، چون وقتی که جمع عرفی داشته باشه، جمع دلالی داشته باشه، این تعارض نیست. شیخ اینا متعارضین میگن، دیگران هم فرمودن، حالا تو ذهنم از شیخ هست در کتاب طهارت شیخ، که اینجا به خاطر اعراض مشهور از این جمع دلالی ما این جمع دلالی رو نمیگیم. فقط شما اگر یه مورد دیدید جمع دلالی قرص قایم خواستید ملتزم بشید، حرف خوبی هم هست، یعنی فی نفسه به ما هو، ببینید نظائرش را تو فقه همه جا میتونید ملتزم بشید، عیبی نداره. من یه وقتی تتبع کردم یک مورد پیدا نکردم که یه آقایی اینجا جمع دلالی را پذیرفته باشه و تمام جاهای دیگه نظر جمع دلالی را پذیرفته باشه، نظائرش که مورد اعراض مشهور هست. حالا عرض کردم موضوعش بحثه، حالا هرچی هست، حالا چه موضوعش ترجیع صوت باشه، چه موضوعش چی باشه، هرچی، اونی که غناست آیا حرمت ذاتی داره همی که ایشون مطرح فرمودن یا نه مضمونش ملاکه؟ شهرت فرق نمی کنه، اصلا بحث این است که اگر اهل خبره اتقیا، که فقهای شیعه هم اهل خبره احکام هستن هم اتقیا هستن، اگر معظمشون شهرت شد، خصوصا جایی که شهرت عظیمه باشه، یعنی 90% یا بیش از 90% از فقها یه برداشتی کردن از روایت که خلاف ظاهر روایته. ظهور سد اسکندر نیست، ظهور بنای عقلا هست بر منجز و معذر بودنش، در جایی که اونایی که اهل خبره این فن هستن اونا اعراض نکرده باشن. این البته مطرحه و عملا از شیخ مفید بگیرید تا شیخ طوسی تا به امروز، اگه فقها را عددشون، فقهایی که معروفن اسم دارن، عددشون حساب کنید، مسلماً بیش از 90% شهرت را جابر و کاسر میدونن، هم سندن هم دلالتن. هم اشکال نداره، به هر چی بگید اون سببشه، عیبی نداره، ایشون سبب شهرت. اما خود همین مرحوم نائینی حاشیه عروه دارن، کتاب صلات دارن، کتاب مکاسب دارن، تو این کتابای خود ایشون ببینید در ده ها و ده ها و ده ها مورد شهرت، گمان نکنم ببینید از یکی دو جا سه جا بیشتر پیدا کنید که ایشون از شهرت گذشته باشه، خود ایشون پابند هستن. بر هر دو آلات غنا که مطلقا حرامه و
من ندیدم احدی قائل به حلیت شده باشه، حتی در موردی که غنا حلاله که در لیله زفاف باشه، یعنی لیله ازدواج. اما اونی که محل خلافه خود تغنی با دهان و زبانه، اونه. اگه با ظروف، با دیگ، با اینا میزنن، اگر نتیجتاً همون، یعنی کسی که گوش بده و اهل فن باشه، حالا ما هم بلد نیستیم غنا چیه اصلا، چون اهل خبرش نیستیم امثال ما ها، اما اونی که اهل خبرشه اگه گوش بده این را تغنی میبینه، قاعدش اینه که بگیم جایز نیست، حتی اگه به دیگ زدن باشه. اما اگر نه، یه جوری باشه که بازی حساب میشه، اینه تغنی نمیگن، مسخره تغنیه، وقت موضوعاً خارج. نه، خود سر زیر آب کردن در ماه رمضان مسئله محل خلاف بین فقها، جزء اجماعیان نیست و خیلی از فقها احتیاط وجوبی گفتن، تحرج پیدا کردن از که فتوای به حرمت و مفطریت بدن، بنابراین که احتیاط وجوبی معنیش اینه که فقیه به نتیجه مسئول از فتوا دادن، اگه براش روشن نیست 100% احتیاط وجوبی میگه هست. احساس وجوبی معنیش اینه نه فقیه به گردن میگیره که فتوای به مفطریت بده، نه به گردن میگیره که فتوا بده به عدم مفطریت. وقت اگر مضطر شد وقت میشه جایز، بنابراین فقط چیز هست که قضا داره نه کفاره، اونم علل احوط وجوبه. نه میگید مضطره، این فرق نمی کنه، یعنی به نتیجه اگه افرادی که غرق شد حالا یه ماه یا یه ساله یا هر چی، این که میخواد این غریق ها را نجات بده، چون واجب نجات غریق، واجب کفاییه بر هر کسی، واجبه اگه من فعل کفایه نبود، یعنی اگه من و شما هم دیدیم کسی تو دریا تو رودخونه غرق شده و میتونیم نجاتش بدیم، یعنی اینجوری که بخوایم بریم اونو نجات بدیم خودمون غرق بشیم، واجب کفاییه. حالا این پول گرفته برای اینکه یک ماهه این در این ساحل اینجا میایسته، اگه کسی غرق شد نجاتش بده. این یه مسئله دیگه است، اون پول گرفتن برای واجبات کفایی آیا جایزه یا نه؟ به نظر میرسه طبعا و یا وفقا لجمع من الفقها اشکال نداره، اونش عیبی نداره. اینه که اگر این مضطر برای نجات، یعنی راهی نداره برای نجات دادن این غریق مگر اینکه جوری بره که سرش هم زیر آب میره عمدن، وقت اشکال نداره، چون تزاحمه این اهمه، وقت میشه جایز و حروم نی این سر زیر آب کردنه، ولیکن قضا در براش هست. مثل آدمی که روزه میخوره، مسافر، واجبم هست روزشو بخوره، اما قضا براش هست. یا در جایی که مرضش در حدیه که مخیر بین اینکه روزه بگیره یا نگیره و مع ذلك روزشو میخوره، در چیز داره به نسبه به شیخ و شیخه داره که این یه مواردش هست که جایز افطار بکنه، جایز هم هست نه روزه بگیره، اگه افطار کرد واجب نی برش افطار، اما کفاره رو داره، کار حلال یعنی حرام نکرده، کفاره ببخشید قضا برش هست. در مواردی که معذور طرف این معنا کفاره ساقطه، مثلا نمیدونه حکم فلان شیء را، فرض کنیم معذرت میخوام حقنه با مایه را تکیلش نمیدونم، حکمش را نمیدونم، به هوای اینکه این مبتل نیست، اگر حقیقه این کار را کرد معروف اینه کفاره نداره. بله، فقط قضا داره. قضا داره یا نداره؟
واقعا قضا هر مفطری قضا داره بلا اشکال، فقط چی دیگه از گاهی مفطریت به لحاظ احتیاط وجوبیه و قضاش هم به همون جهت میشه. اگر کسی مفطر ندونوش که مفطر نیست اصلا، اما اگر کسی مفطر دونوش ولو اگه فتوا داره فتوان قضا داره، اگه احتیاط وجوبی داره در مفطریتش احتیاط وجوبی در قضاش هست. موارد عذری تفصیل قاشون بین قاصر و مقصر. ها گفتن نه اینی نداره، نه مقصر بله باشه مفتریت نداره، بله. اما اگر مقصر باشه که احتمال میداده زر این داشته باشه مضر باشه و صحیح نباشه، بله این هست، این هست. زیاد میپرسن حالا که این کفاره نداره آیا قضا هم داره یا نه، یعنی قاعدش اینه قضا داشته باشه مگر به ادله خاصه ای انسان بگه قضا نداره، همون احتیاط وجوبی چیزی نداره، نه احتیاط استحبابی. بعد از ماه رمضان افتتون من ایام خفت روزشو میگیره، اگر مرضش ادامه پیدا بکن تا سال آینده فرمودن قضا نداره ولی کفاره رو میده، آیا این کفاره رو فدیه یعنی بعد از ماه مبارک رمضان چون علم داره به اینکه تا رمضان آینده نمیتونه بگیره میتونه بده، یا باید صبر بکنه رمضان آینده که داخل شد و فرصتی پیدا نکرد اون موقع این محل خلاف عروه هم داره مسئله رو ظاهرا، و یه عده گفتن که اصلا وجوب کفاره این فدیه که قرآن فرموده ففدیتون طعام و مسکین، کفاره هم تو بعضی روایات تعبیر شده ازش، این فدیه یعنی کسی که ماه رمضان روزه نگرفت به هر جهتی، یا مسافر بود یا مریض بود، وقت فعدت من ایام اخر، این باید از این ماه رمضان به بعد به جای این که روزه نگرفته روزه بگیره. اگر تا ماه رمضان دیگر روزه نگرفت، حالا چه نتونست روزه بگیره چه عمدن میتونست و نگرفت، این فدیه به گردنش میاد، ففدیتون طعام و مسکین. بعضی فرمودند که شاید مشهور باشه اصلا وجوب فدیه تعلق فدیه مال رمضان دیگه است که میرسه، و قبلش اگه فدیه بده مال میجبه. بعضی که خیلی هم نیستن اما من دیدم گفتن که در اثنا میتونه به فدیه بده ولو هنوز ماه رمضان دیگه نرسیده. بعضی هم احتیاط وجوبی کردن، نه حالا نده فدیه را، اگرم فدیه رو میده به عنوان فدیه نده، به نیت قرض بده به این فقیر. وقتی که سر اول ماه رمضان دیگه میشه نیت فدیه کنه، به شرطی که اون فقیر بر فقر باقی باشه، یعنی هنوز فقیر باشه. خود اصل این که قرآن مطلق فرموده فعدتون من ایام آخر، نفرموده تا رمضان دیگه، این اطلاق شامل میشه ولو سالهای دیگه. اما چه از بعض روایات استفاده شده، مشهور جماعتی فتوان جماعتی احتیاط وجوبی گفتن که نه تأخیر نندازه قضا را اگر قادر هست از رمضان دیگر. و خود این مسئله می مسئله محل ابتلا و محل خلاف، بحث مفصلی داره. کسی که روزه نگرفت ماه رمضان و به خاطر نه سفر، به خاطر مرض، و همین مرض ادامه پیدا کرد تا سال دیگر، تا رمضان دیگر، این تنها موردیه که اجماعی هست برای اینکه قضا ازش ساقطه، دیگه قضا گردنش نیست و فقط فدیه گردنشه، این اجماعیه. اما اگر مریض ماه رمضان مسافر بود، بعد ماه رمضان 11 ماه مریض بود نتونست روزه بگیره، این محل خلافه که آیا سالای بعد اگه تونست قضا به گردنش هست یا نه. یا تو ماه رمضان مریض بود و روزه نگرفت، بعد از ماه رمضان مریض دیگه شد، یعنی این مرضه
رفت از بین، به یک مرض دیگه مبتلا شد، نتونست روزه بگیره. جماعت اینجا گفتن سالای دیگه قضا به گردنش اگر تونست. بعضی هم که خیلی نیستن، یه عده‌ای هستن از فقها، این که الان تو ذهنمه، مرحوم نراقی در مستند، مرحوم اخوی، بله یه عده‌ای هستن، حالا یادم تو حاشیه عروه ظاهرا هستن یه عده‌ای، اینا طبعا سه تا روایت که داره فرمودن نه همون مرض اول خصوصیت داره، نه اصل مرض خصوصیت داره. ملاک اینه در طول 12 ماه، ماه رمضان و 11 ماه بعد، این شخص معذور باشه از روزه گرفتن. حالا ول چه عذرش مرض باشه، چه مرضش فرق بکنه، چه یکیش مسافر باشه، یکی عذر دیگه باشه، یه وقت زن حامل مقرب باشه، یه وقت مرضع قلیلت لبن باشه، که گفتن ملاک مطلق العذره، تابع بعضی روایاتی که توش تعلیل داره، که ظاهرا داره لتقصیره یا لتفریطه، که از این استفاده میشکنشه که اگر معذور باشه به ای عذر کان، این مطلقا قضا ساقط میشه ازش. حالا کنیم که کسی فقیه خودش استنباط کنه. اگر کسی هم همون قد پنج روز قضا میمونه گردن کسی سالای دیگه بعدا که تونس بگیره. خلافی که از در اینه که آیا مرض خصوصیت داره و همون مرض باید ادامه داشته باشه، یا هر مرضی، یا اینکه کل عذرن. اینا چند قول در مسئله تابع این روایاته، که روایات برداشت ازش مختلف شده. ملاک قمار یک عنوانی است عرفی، این را شارع تحریم کرده، حکمش حرمته. و قمار چیه، خود شارع تعیین این موضوع نکرده. هر چیزی که عرفا قماری که فارسی بهش میگن برد و باخت، مثلا برای هر چی بله. نه قمار منحصر به این اسامی که تو روایات اومده، نه ها، همین نه، یه اقسامی از قمار مثل 14، مثل نمیدونم چی، اینا تو روایات بالخصوص وارد شده، اما تو هیچ روایتی حصر نشده قمار در اونها. و ما عمومات قمار هم داریم، و عمومات قمار جایز نیست. همینجور که شیخ هم مشهور هم شاید همین باشه، 4 قسم کردن این را. همون میسر همینه دیگه. بله وقت اطلاقات داره، تابع اون یه وقته یه چیزیه متعارف قماربازی باهش، ولو بدون قمار باشه، یعنی عادتا برد و باخت باهش میشه، ولو برای سرگرمی باشه مشهور فرمودن این حرامه. یه وقته چیزی عادتا سرگرمی باهش، بازی سرگرمی میشه، عادتا برد و باخت باهش نمیشه. مثل همین خلاصه مشهور اینه که نه مطلق لهو لعب حرام نیست. لهو لعب اقسامی هست، اما قمار مطلقا حرامه.
عرف عرف مثل چی مثل موضوعات دیگه ای که نمیدونیم بازی جدیدشون بفرمان هست وقت برد و باخت نه ببینید یه وقت یک کسی تنهاییش میشینه با وسیله قمار خودش با خودش بازی میکنه این یه بحثیه یه اصلا معلوم نیست رهان اسمش باشه معلوم نیست میسر و قمار اسمش بشه یه وقتی که دو طرف داره وقتی دو طرف باشه فرق نمیکنه روی میز اینا با هم بازی کنن یا فرض کنید چی تو کامپیوتر و اینا که طرف داشته باشه اون معلوم نیست اون یعنی بحث جدیدیه که ایشون میگه طرف اگر کامپیوتر یعنی طرف نداره یعنی طرف اگر نداره معلوم نیست اما اگر طرف داره ولو طرفش توی کامپیوتره یعنی مینویسه اونم مینویسه این چیز میکنه اگر صدق کرد میسر صدق کرد قمار صدق کرد عرفن برد و باخت این مطلقا حرومه بنابر مشهور بین فقها ها و برداشته از ادله و به نظر میرسه همین هم تام باشه نه ضابطه عرفی عرف یعنی نوع در اینجور جهان نوع خانونی پیش از ظهر عمدن روزش را باطل کرد بعد از ظهر خوندین آیا این کفاره هم داره یا نداره محل خلافه این بحث یک آدمی میخواد سفر بکنه یا حالا این میخواد سفر کنه اختیارنه یک کسی روزش رو خورد بعدم بردن گرفتن دزدیدنش بردنش از شهر بیرون که سفر شد چون در سفر لازم نیست با اختیار باشه این محل خلاف بین فقه هاست بله اما ظاهرن یعنی شاید اکثر اینایی که متعرض این مسئله شدن که شما فرمودید اکثر فرمودن که این کفاره برش هست بعضی هم گفتن نه کفاره برش نیست احسنتم این مسئله در این مورد که میسر باشه ندیدم مطرح شده باشه مگر متأخرین مطرح کرده باشن اما در موارد متعدد ما در فقه داریم اگر چیزی عرف درش مختلف بود هر کسی عرف خودش ملاکه اگر عرفهای خارجی متعارض بود بحث تعارض عرف میشه این را یه وقتی عرض کردم فقه هم متعرض هستن ربا که از محرمات شدید است و قرآن کریم فرموده فأذنوا بحرب من الله و رسوله یعنی کسی که ربا معامله با ربا میکنه چه ربای قرضی چه ربای معاملی این خودش را آماده کنه به جنگ با خدا و پیغمبر خدا یعنی این تعبیر به این شدیدی از ربا شده خب موضوع ربا چیه؟ اینه که ربای معاملی اینه که باید یا مکیل باشه یا موزون این رباست اگه معدود باشه دونهی باشه یعنی دونهی فروخته میشه این ربا درش نیست حسب ادله و فقه هم فرمودن و تسالم فقه ها اجماع هم برش هست خب حالا اگر یه چیزی توی یه شهر دونهی فروخته میشه توی یه شهر به وضع فروخته میشه من یادم یه سفری 60 چند سال قبل به ایران آمده بودیم تو تهران اونجا که خونه ما بود حالا من همه جای تهران رو ندیدم اما یک میوه فروش اونجا بود اول صبح یه خیارا و بادنجونا و کدوها جدا میکرد درشتر یه جا میگذاشت متوسط ها یه جا کوچیک ها یه جا دونه ای میفروخت نمیدونم حالا آقایون هم دیدن جایی اینجوری یا نه یعنی این خیارا رو دونه ای میفروخت این دونه ای 10 شایی میفروخت اون دونه ای 5 شایی اون دونه ای 15 شایی این دونه ایه. یه شهری هم نه خیار و کدو و بادنجون توش به وزن میفروشن اون شهری که به وزن فروخته میشه جایز نیست ربا درش تحقق پیدا میکنه اینجایی که به دونه فروخته میشه چون موضوع ربا در این شهری که یا در این محل یا در این دهی که دونه ای فروخته میشه
تخم مرغ یه جاهایی ممکنه دونه ای فروخته بشه، یه جاهایی به وزن فروخته میشه، اونجایی که به وزن فروخته میشه ربا درش از اونجا که نیست نیست. اگر بایه و مشتری هر دوشون از یه شهر میرن مسافرت، حالا این از فروع مسئله است، اما اصلش این ربایه به این شدیدی تو این شهر رباست، اون شهر ربا نیست. چرا؟ چون تو این شهر موضوع دلیل مکیل و موزونه، اینجا مکیل و موزونه، تو اون شهر مکیل و موزون نیست، معدوده، اشکال پیدا نمی کنه. ولی در شهری که سفر میکنن اون معدود هست. من برداشت خودم را عرض میکنم، در اینجا قاعدش اینه اون شهری که توش میخرن اونجا ملاکه، ولو خودشون مال شهری هستن، یعنی دو نفر هستن مال شهری هستن که کدو و بادنجون رو دانه ای میفروشن، پیششون این ربا درش نیست، اومدن حالا توی شهری این دوتا که تو این شهر و به وزن میفروشن، این قاعدش این ربا باشه. اینجا البته جای بحث هست، جای مناقشه هست. این نه، یعنی معامله گفتن ملاک نی ملاک، یعنی عملا چه کار میکنن، یه عده اینجور یه عده اونجور میکنن، علا کلن بله. حالا اینا فروع مسئله هست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا بغية الله في أرضه وحجته على عباده، دمی با تو بودن که جان جهانی، بود خوشتر از یک جهان زندگانی. بکن جلوه ای شاهد عالم آرا، که چون شم دارم سر سرفشانی. ز کوی تو حیات اگر پا بگیرم، نیندیشم از پاسخ لنترانی. چو پروانه پروانه دارم ز آتش، بود نیستی هستی جاودانی. تو ای خضر رهبر دلیل رهم شو، که زین وادی هولناکم رهانی. چه باشد مولاد، چه باشد که افتاده ای را به غمت، به سرحد اقلیم عزت رسانی. دل مفتقر در هوای تو خون شد، بیا تا که باقی بود نیم جانی. عین الطالب به دم المقتول به کربلا، أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى، أين المضطر الذي يجاب إذا دعا، أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى، أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى. در زیارت ناحیه فرازها روزه دارن، از جمله اوج مصیبت کربلا و اسرع فرس و کشارد. مهمهمن با کیا الا خیام که قاصدای،
فلما رأينا النساء جوادك مغزيا ونظرنا سرجك عليه ملويا برزنا من الخدور ناشرات الشعر على الخدور لاطمات الوجوه السافرات وبالعويل داعيات وإلى مسرعك مبادرات والجمر جالس خاهر برو بخيم خاهر برو بخيم که بهر ایادتم قد خمیده حضرت پیغمبر آمده گرسنگی و تشنگی ماه رمضان رو بهانه قرار بدیم به یاد گرسنگان کربلا تشنگان کربلا قتل الحسین جائعا قتل الحسین عطشانا خاهر برو به خیمه که با خیل اولیا بابم علی به تعزیه اکبر آمده خاهر به خیمه رو که پی چشم بستنم زهرا گشود مویو به چشم تر آمده ای وای از اون لحظه ای که بی بی دالم دست ها روی زر گذاشت با محمد و علی و فاطمتا و حسنا و حسینا خودم دیدم که زهرا گریه می کرد خودم دیدم سرشک مادرم راند اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها والسر المستودع فيها فرج مولای من برسان مرا از اعوان و انصار و منتظرانش قرار بده مرجعیت شیعه خاص حاضر در مجلس سرپناه امام زمان حفظ فرما چشم ناقابل من به جمالش روشن و منور بگردان لا به حقیقت آل الله قسمت می دهیم شیعیان آل الله دلدادگان اهل بیت در اقصی نقاط عالم از شر همه بدخواهان شیعه محفوظ بدار برکت صلوات محمد آل محمد بسم الله الرحمن الرحیم بدین وسیله به اطلاع بینندگان محترم میرسانیم که موضوعات مطرح شده در سلسله جلسات علمی در شبهای ماه مبارک رمضان توسط حضرت آیت الله العظما سید صادق شیرازی صرفاً جنبه علمی دارد و در جهت نقد و بررسی مسائل فقهی میباشد لذا نظرات مطرح شده به عنوان فتوا و دیدگاه ایشان تلقی نمیشود